بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زن بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. از الله متعال و منان برای همتون توفیق و سربلندی دنیا و آخرت را خواهان و خواستار. اما در مورد شناخت الله در آیت الکرسی، ما در برنامه پیش از زن بیننده به اینکه آیت الکرسی بزرگترین و عظیمترین و والاترین و در واقع برترین آیه قرآن هست و مفاهیم و مزامین بلندی که در این آیه وجود داره، همونطور که در مورد سوره فاتحه رسول الله صلی الله علیه و سلم اون رو در واقع برترین سوره و بهترین سوره قرآن معرفی فرموده، در حدیثی که از عبی بن کعب رضی الله تعالی عنه روایت شده، ما خدمت شما حدیث رو خوندیم و اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از عبی پرسید که به نظرت بزرگترین آیه قرآن یا عظیمترین آیه قرآن کدومه، و عبی رضی الله تعالی عنه آیت الکرسی رو نام بردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مورد این علمش و در مورد این شناختی که از قرآن داره و فهمی که به نسبت قرآن داره بهش تبریک گفت و علمی که در واقع در این زمینه داره رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویقش کرد و بهش تبریک گفت. و شناخت الله از آن بیننده، شناخت الله، این که ما ربمون رو بشناسیم، این که ما خالقی که ما رو آفریده و در حقیقت برای ما برنامه فرستاده، برای ما دستورالعمل فرستاده، کتابهای آسمانی و انبیاء رو فرستاده و خالق همه چیز هست، خالق کائناته، خالق این هستی هست و همه چیز رو آفریده، در خدمت انسان قرار داده، مسخر ما کرده، خب طبیعیه که ما باید اونو بشناسیم. چطور ما کسی که خالق ماست، اون ذاتی که خالق ماست و ما میخواهیم عبادتش بکنیم، اونو درست نشناسیم یا تلاش نکنیم بر این که الله رو درست بشناسیم؟ برای اینه که برای مؤمنان، برای اهل ایمان و برای اهل هدایت افضلترین و مهمترین و بالاترین و بامنزلتترین علم ازن بیننده اینه که معرفت الله، شناخت الله. انسان یعنی هر علمی رو کسب بکنه، هر تخصصی رو به دست بیاره، اما ربش رو نشناسه، خالقش رو نشناسه، این علم چه ارزشی داره؟ هر رشته علمی باشه، شما حتی دکترا رو بگیری، حتی پروفسور بشی در اون رشته خودت، اما ربت رو نشناسی، خالقت رو نشناسی، شناخت درستی نسبت به الله متعال نداشته باشی و تلاش نکنی که الله رو بشناسی، خب اون علم تو چه ارزشی داره؟ اون علم نمیتونه سعادت دنیا و آخرت انسان رو رقم بزنه، نمیتونه نفع و سودی برای انسان داشته باشه. اما طور که ما در دنیا داریم کسانی رو که طرف پروفسور هست، بالاترین مدارج علمی رو طی کرده و چه بسا چندین کتاب هم نوشته، میره گاو میپرسته یا حیوانات دیگر رو میپرسته یا خورشید میپرسته یا چیزهایی که یک سنگی رو مجسمه ای درست کرده اونو پرستش میکنه و اونو خدا میدونه، این علم چه ارزش داره؟ علمی که باعث هدایت انسان نشه و هدایت هم از آن بیننده به مدرک گرفتن نیست، چه بسا انسان‌هایی میرن مدرک هم میگیرند اما درک ندارند، یعنی مدرک میمشو برداری درکش خیلی مهمه. که اگر شما علم میخونی، اگر شما معلومات به دست میاری، این باعث بشه که در برابر پروردگار، در برابر رب، در برابر خالقت متواضع تر بشی، سر به زیر تر بشی، در برابر حق و حقیقت تواضع و فروتنی داشته باشی. اما علمی که تکبر بیاره و دک و پوز بیاره چه ارزشی داره؟ بری مدرک علمی و دانشگاهی بگیری و بیای علیاذ بالله به الله حمله بکنی یا به دین خدا، از احکام الهی، از احکام دینی، از ارزش‌های دینی بیایید مسخره بکنی یا علیاذ بالله در برابر
دین خداوند وایسی. چه ارزشی داره همچین علمی که راه درست رو به انسان نشون نده؟ پس شناخت الله اساس و پایه هست برای انسان مؤمن، انسان بیننده. این که ما الله رو بشناسیم با معرفت درست، با شناخت درست، ما دیگه اصلا تصور ما، جهان بینی ما عوض خواهد شد. یعنی زمانی که به عبادت الله وای میستیم، زمانی که تو نماز وای میستیم، زمانی که با شناخت باشه، با معرفت باشه، یه لذتی دیگه داره، یک روحی دیگه عبادتهای ما پیدا میکنه، عبادتهای ما روحدار میشن اصلا زمانی که ما الله رو بشناسیم. و آیت الکرسی که آیه 255 سوره بقره است، عزیزان بیننده، الله متعال خودش رو برای ما بندگان معرفی میفرماید. و این آیه شروع میشه این گونه، الله متعال آیت الکرسی رو شروع میکنه که الله لا اله الا هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو. آغاز آیت الکرسی با وحدانیت الله، با توحید هست که پایه و اساس دعوت همه انبیای الهی هست. و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما قبل از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه به اون وحی کردیم، انه لا اله الا انا فاعبدون، هیچ معبود بر حقی نیست مگر من الله، مگر الله متعال. پس الله رو به یکتایی بپرستید. توحید اساس دعوت انبیاست و هر دعوتی که اساس کارش رو توحید قرار نده، اون میلنگه، اون داره راه اشتباه کج میره. چه ارزشی داره که مردم برن از مرده حاجت بطلبن، شرک بیارن، اما شما به این توجه نکنی و مردم رو به طرف نماز و اخلاق خوب و کارهای دیگه فرا بخونی، در حالی که اینها در اساس و پایه مشکل دارند. و به تصحیح باورهای اونها در توحید که اصل و اساس دین اهمیت داده نشه. و جالب ازان بیننده که الله متعال آیت الکرسی که برترین و بهترین آیه هست و مضامین بلندی که در این آیه قرار داره و هدایاتی که در این آیه قرار داره رو الله متعال با اسم خودش، اسم جلاله الله شروع میکنه. الله لا اله الا هو، که در حقیقت حتی در کتاب الله، زمانی که آغاز کتاب الله و بسم الله الرحمن الرحیم که شروع میشه، اولین اسم از اسامی الهی که میاد الله هست. یعنی بدایت و آغاز قرآن کریم با الله هست. دوباره سوره حمد، اولین سوره قرآن کریم، الحمد لله رب العالمین، الحمد لله، دوباره اسم الله میاد. سوره حمد و هم الله متعال با اسم خود، با اسم الله شروع میکنه که بالاترین و والاترین اسم الله هست. و تمام مضامین و تمام اسامی دیگه رو در خودش جمع کرده که نیکوترین و بهترین اسمه و زیباترین شکل و حرف و لفظ رو داره در حقیقت. و دلها با گرفتن این اسم آرامش پیدا میکنه، تسکین پیدا میکنه، برای انسان مانوس هست، برای انسان مسلمان، برای اهل ایمان و محبوب قلبهای اهل ایمان هست. ازانو بیننده، این اسم الله که الله متعال در سوره مریم میفرماید که هل تعلم له رب السماوات والارض و ما بینهما فعبده و صبر لعبادته هل تعلم له سمیا. اللهی که
پروردگار آسمان ها و زمینه. اونو عبادت بکن به یک تایی، چرا که پروردگار آسمان ها و زمینه. زمانی که به ربوبیت الله متعال شما پی بردی و اینکه هر اون چه در آسمان ها و زمین که هست مالک اون اللهه و الله همه کاره هست، لاجرم باید فقط شما الله رو عبادت بکن و در این عبادت شریکی به الله متعال نیاری. واستبر لعبادته، و در عبادت الله متعال شکیبا باش، پایداری بکن، استقامت داشته باش. هل تعلم له سمیا، آیا در این اسم، در واقع در اسم الله که همون لفظ جلاله الله، یا در صفاتش یا در ذاتش یا در افعالش، آیا الله همانندی داره؟ آیا همانندی برای الله متعال میشناسی؟ الله یگانه هست و یکتاست. پس شروع عزیزان بیننده آیت الکرسی با اسم الله، الله لا اله الا هو، و با بیان وحدانیت و توحید الله متعال. مهمترین آیه قرآن با توحید شروع میشه، چرا که اساس و پایه دین توحیده. اصل و اساس دعوت انبیا هم توحید بوده. و الله که عزیزان بیننده با این کلمه هست و با در نظر گرفتن و ذکر و یاد الله هست که اگر انسان در تنهایی باشه، اگر همه درها را هم به روی خودش بسته ببینه، اما زمانی که با الله هست احساس تنهایی نمی کنه اصلا. اگر الله رو داشته باشی تو همه چیز رو داری، هیچی کم نداری اصلا. زمانی نگو من تنها هستم، نگو هیچ کس ندارم، نگو به هر دری زدم به رویم بسته بود، نگو همه از من فرار میکنن. نه، تو که اهل ایمان هستی و الله رو داری، تو همین چیزو داری، تو هیچی کم نداری اصلا. اصلا غم و غصه نخور. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، غم نخورید. پریشانی به شما دست نده، سستی برای شما نیاد، شما بالایید. و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین، اگه اهل ایمان هستید. در مورد این که تو اللهو داری و اللهو میشناسی و اللهو میپرستی، این باعث عزت و افتخاره برات، اینو دست کم نگیر، سرتو بالا بگیر. همیشه با عزت زندگی بکن، با افتخار زندگی بکن، حتی اگر تو یک نفر هم باشی، چون با حقی، چون رب تو شناختی، چون راه هدایت رو گرفتی، تو خیلی زیاد هستی، خودتو دست کم نگیر. و هیچ ترسی نیست عزیزان بیننده و بیمی نیست که در کنار الله، که با الله بودن از بین نره. الله تمامه ترسها و بیمها و نگرانیهای انسان با الله بودن، با ذکر و یاد الله، همه اینها از بین میرن. زمانی که الله اولویت زندگی ما باشه، همینطور که این آیه رو الله متعال با اسم الله شروع میکنه. و با یا الله گفتن، با پناه بردن به الله که مشکلات و سختی از انسان در واقع حل میشن، از زندگی انسان برشیده میشند. و انسان مؤمن به رحمت الهی، به لطف الهی یقین داره، در مشکلات، در سختی ها به الله پناه میبره. و هیچ انسان ضعیفی نیست مگر اینکه با الله قوی خواهد شد، چون تو تکیه بر القوی میزنی. از اسامی الله متعال القوی هست. زمانی که شما تکیه زدی بر القوی، تکیه زدی بر الله، شما قوی خواهید شد. شما از تمام قدرت‌های مادی و قدرت‌های زمینی قدرتت خیلی بالا خواهد رفت. و قوت قلبی که در نتیجه ایمان به انسان دست میده، ایزان میننده، در نتیجه با الله بودن، در نتیجه ذکر و یاد الله، در نتیجه بندگی الله، به انسان مؤمن دست میده.
و هیچ فقیری نیست مگر اینکه زمانی که با الله باشه، زمانی که الله رو اولویت زندگی خودش قرار بده، الله غنیش میکنه. حتی اگر از نظر اسباب مادی و دنیوی هم در مضیقه باشه، الله دلش رو غنی میکنه. به همونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که لیس الغنا عن کثرت الارض و انما الغنا غنا النفس. غنا و ثروتمندی که همش این نیست که تو مال و اموال داشته باشی، حساب بانکیت پر باشه و نمیدونم این همه ملک و املاک و زمین و ثروت داشته باشی. نه، شباسا انسانی هست که میلیاردر هست، همه امکانات و مال و اموال هم داره، میلیاردها هم داره، اما فقیره. اما آرامش نداره، اما آسایش نداره، آرامش خاطر نداره. الله به تو در واقع در پرتو ایمان، در پرتو هدایت آرامش داده بهت. چه بسا تو از نظر مالی فقیر باشی، مسکین باشی، در مضیقه باشی، اما شب راحت سرتو میذاری میخوری، همون لقمه ای هم که به دست میاری با لذت میخوری. و زمانی که سجادت رو برمیداری و برای الله با الله راز و نیاز میکنی، به خانه الله میری، اونجایی که محل نزول رحمت الهیه، و میستی در برابر پروردگارت با الله راز و نیاز میکنی، دیگه اصلا دیگه چه میخوای؟ دیگه انسان مؤمن چه میخواد؟ کسی که الله رو داره. و هیچ وقت انسان زمانی که الله با انسان باشه، انسان بیننده، در حقیقت انسان در پریشان حالی و در نگون بختی زندگی نخواهد کرد. و خود اسم الله، انسان بیننده، اسم اون یعنی اصل اون از اله اومده، از کلمه اله یعنی معبود، معبود بر حق. و اونطور که الله متعال در سوره نساء در آیه 171 میفرماید، اهل کتاب رو خطاب قرار میده الله متعال، یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. ای اهل کتاب، در دینتون زیاده روی نکنید، در همون حدودی برید، در همون مسیری حرکت بکنید که الله برای شما، شریعت الهی برای شما مشخص کرده. از اون عدول نکنید، کج و راست نرید، دوچار افراط و تفرید نشید، زیاده روی در دین نکنید. تا جایی که علیاذ بالله در حقیقت یهود با انبیاءشون درگیر شدن، نصارا تا جایی زیاده روی کردن در دین که عیسی رو که بنده الله علیه السلام به اون خدایی رو دادن، به مقام خدایی رسوندن اونو، برای اینی که دنباله آیه الله متعال میفرماید که انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله. دیگه خیلی مقامی که الله بهش داده رسالته، دیگه شما قرار نشده اینو به مقام خدایی برسونید و صفات خدایی رو بهش نسبت بدید، یا اون تسلیسی که در حقیقت انحرافی که در دین مسیحیت به وجود اومد. و کلمته القاها الی مریم، و کلمه الهی که اونو به مریم القا کرد، با کن فیکون در حقیقت به وجود اومد، و روح من، و روحی که الله متعال توسط جبرئیل در مریم دمید. فآمنوا بالله و رسوله ولا تقولوا ثلاثه. به الله و رسولش ایمان بیارید، به دین بر حق ایمان بیارید، و نگید سه تا خدا ما داریم، سه تا معبود ما داریم. انتهو خیرن لکم، از این عقیده دست بکشید، این سه خدایی رو بذارید کنار، که برای شما به خیر دنیا و آخرت شماست. انما الله اله واحد، الله فقط یک معبوده، یک تاست، در ذاتش یک تاست، در اسمایی که داره یک تاست، در غنی بودن و بی‌نیازیش تکه، هیچ کسی شباهت به الله نداره، در علمش
تک هست، الله متعال واحد یکتاست، هیچ کس در علم شبیه الله نیست. الله سمیع، در شنیدنش میشنوه، اما هیچ مخلوق دیگه، هیچ انسان دیگری شبیه الله نیست. در دیدن الله، در همه اسمایی که الله داره و صفاتی که الله داره و افعالی که الله داره، اینکه میمیرانه، زنده میکنه، عزت میده، ذلت میده، همه اینها در دست اللهه. به یکی زیاده میده، یکی کمتر میده، در همه اینها حکمته. همه اینها ابتلا و آزمایش برای انسان هست. سبحانه ان یکون له ولد له ما فی السماوات و ما فی الارض. الله پاک و منزه از این که فرزند نیازی نداره، چرا که هر آن چه در آسمان ها و زمین هست مال الله. الله مالک همه چیزه، نیازی به شریک نداره اصلا، نیازی به فرزند نداره. الله متعال و کفا بالله وکیلا. و بهترین کسی که، و الله برای این که بهش روی بیارید، بر اون توکل بکنید و امورتون رو به او بسپارید، برای شما کافی است. و ابن عباس رحمه الله رضی الله تعالی عنه در این مورد ازن بیننده عبارتی داره که میفرماد: الله ذو الالوهیت والعبودیت على خلقه اجمعین. الله که دارای الوهیت، معبود بر حق هست، والعبودیت على خلقه اجمعین، و همه باید الله عبادت بکنن. و هدف از خلقت ما هم، هدف از آفرینش ما هم همینه که ما الله رو عبادت بکنیم، ما هدف را گم نکنیم، ما اولویت ها رو ازانو بیننده در زندگیمون برهم نزنیم، بدونیم برای چی اومدیم اصلا، بدونیم چرا الله ما رو خلق کرده، از این هدف راه و گم نکنیم. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. نباشید مثل اونهایی که الله رو فراموش کردن و خودشون رو فراموش کردن، به خودشون ظلم کردن. پس الله محبوب قلبهای انسانهای مؤمن، انسان بیننده. و انسان مؤمن با الله انس میگیره، با الله به آرامش میرسه، با الله به آسایش میرسه، شوق الهی در قلبشه. و همونطور که الله متعال در سوره بقره هم میفرماید که: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. از مردم کسانی هستند که همتایانی با خدا، شریکانی با الله قرار میدن و اونها رو به مانند الله محبت به نسبت اونها دارن. در حقیقت محبتی که همراه با عبادت و تعظیم هست و این که نفع و ضرر از اونها میدونن، اونها تصور اینو میکنن که بیماری ما را شفا میدن، نفعی به ما میرسونن، ضرری را از ما دور میکنند. والعیاذ بالله، در صفاتی که خاص الله متعاله، در افعالی که خاص الله متعاله، میان اینها رو به الله متعال شریک قرار میدن. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما اهل ایمان نهایت محبت و به نسبت الله متعال دارند. در سختی ها این اصلا این میزان و این ترازو به هم نمیخوره. این گونه نیست برای اهل ایمان که در خوشی ها و در نعمت محبت الله در قلبش باشه، الله رو بندگی بکنه، اما در سختی ها الله فراموش کنه. نه، در سختی، در شدت و در واقع مشکلات، همون گونه الله رو میپرسته و همون گونه با الله رابطه داره که در نعمت با الله رابطه داره، که در خوشی ها با الله رابطه داره. چون الله یکیه، الله سختی ها همون الله خوشی هاست و الله خوشی ها همون الله سختی هاست.
و زندگی بالا و پایین داره، دنیا بالا و پایین داره، طبیعت و سنت زندگی بشر بر اینه، بر این الله اینو اصلا سرشته، اینو بنا نهاده در دنیا. قرار نیست که همش خوشی باشه و قرار هم نیست که همش انسان در سختی باشه. سختی خواهد آمد، خوشی خواهد، همش آزمایش و ابتلا و امتحانه و دنیا داره ابتلا و آزمایش. و الله هم انسان مؤمن در هر سختی، در هر ناگواری، در هر امری که در واقع باب طبعش نباشه براش پیش بیاد، دست دعا به سوی الله بلند میکنه. میدونه که ربی داره، میدونه که خالقی داره، میدونه که اون همین چیز به دست اونه و با اون غیر ممکن ها ممکن میشن، چیزایی که تو تصور من و تو نمی گنجه که این اصلا درست بشه یا این مشکل من حل بشه، الله در یک چشم هم زدن درستش میکنه. این که انسان پناه ببره به سوی الله، این که انسان دستان دعا را بلند بکنه با اخلاص و با فروتنی و با احساس نیاز به الله متعال، بیاد نیازش رو پیش الله متعال عرضه بکنه. و ما بکم من نعمت فمن الله، هر آنچه از نعمت هایی که شما دارید از جانب اللهه. اگر نعمت های معنوی باشه، هدایت، دین، این هدایتی که دارید که داریم انسان میرند از جانب الله، این توفیق الهی هست، این رو انسان نباید فراموش بکنه، دست کم بگیره. اینکه الله ما رو به دین برحق راهنمایی فرموده، این راه رو به ما نشون داده و این راه برای ما مشخص شده. چقدر انسان هایی هستن که در گمراهی و زلالت دارن زندگی میکنن و در اون غوطه برند، اما الله متعال نعمت هدایت و نصیب ما کرده. همین که ما با کتاب الهی انس داشته باشیم، کتاب الهی رو بخونیم، در اون تفکر و تدبر بکنیم، در آیات الهی تفکر و تدبر بکنیم، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم، احادیث نبوی رو بخونیم، با سیرت و زندگی بزرگان این امت سر و کار داشته باشیم، از صحابه گرفته تا تابعین و تبع تابعین و سلف این امت، نیکان این امت، این خیلی نعمت بزرگی، انسان نباید اینو دست کم بگیره. نعمت هدایت و نعمت ایمان بزرگترین نعمت ایزان بیننده، نعمت این که تو الله رو داری، این که تو با الله، با این عظمتش، با این جلال و جبروتش، با این صفات جمال و کمالی که داره، تو با الله، تو بنده اللهی، تو جلوی الله خم میشی، رکوع میکنی، تو به الله سجده میکنی، بالاترین عضو تو در واقع بدن تو میاری در پیشگاه الله سجده میکنی، یا الله من در برابر تو هیچی نیستم، خلائق در برابر تو الله هیچی نیستند. اینها همش توفیق الهی انسان بیننده، اینها همه نعمته. ثم اذا مسکم الضر فالیه تجأرون، و زمانی که سختی به شما میرسه، مشکلات به شما میرسه، ضرر و آسیبی به شما میرسه، دست استغاثه و دعا را به سوی الله بلند میکنید و همه نعمت ها از الله. پس نباید به الله شرک بیارید، پس نباید راه انحراف رو برید، پس نباید نافرمانی از الله رو بکنید. و الله اون ذاتی ایزان بیننده که در حقیقت قلبها و اهل ایمان محبت به نسبت الله دارن، در برابر الله متعال ذلت و فروتنی خودشون رو عرضه میکنن، ترس و امید دارن، عظمت الله رو در ذهنشون در واقع به عظمت الهی فکر میکنند و اینکه الله حق و همه معبودان دیگه باطلن. پس کلمه الله هم تمام صفات الوهیت ایزان بیننده و صفات کمال
و جما و جلال و عظمت و جبروتی که الله متعال داره، همه اونها در الله جمع شده، همشون در کلمه الله جمع شده و الله بالاترین اسم از اسامی الهی هست. همه اسامی دیگه رو در بر داره و کسی که معنی اسم الله رو فهمیده، ایزان بیننده، و الله رو شناخت، اینه که انسان مؤمن تعلق قلبی به نسبت الله پیدا میکنه، همیشه در قربش اللهه و همیشه به ذکر و یاد الهی مشغوله، محبت الهی رو داره، شوق به الله رو داره و لذت و خوشی که در این وجود داره برای مؤمن انسان بیننده هیچ لذتی با اون برابری نمیکنه تو دنیا. زمانی که تو الله رو بشناسی، زمانی که الله محبوب قلب تو باشه، الله رو، محبت الله بالاترین محبت در قلب تو باشه، حاضر باشی همه اون چیزهایی که دوستشون داری اگه لازم باشه برای الله رهاشون بکنی، آنطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من ترک شیئا لله عوضه الله خیرم خیرم. اگه کسی چیزی رو برای الله ترک بکنه، یه چیزی رو میدونی ایمان به ایمان تو خطر داره، باعث میشه که رابطه تو با الله به هم بخوره، رابطه تو با الله ضربه ببینه، رها میکنی اونو به خاطر الله، چه بسا منفعت مادی هم برات داشته باشه، خیلی پول زیادی برات داشته باشه، اما میگی چون به ایمان من و دین من ضربه میخوره اینجا، چون مال حرام هست، چون مال ربا هست، چون در واقع غل و غش و دروغ داخلش هست و شرعی نیست، برای رضای الهی من ترکش میکنم، گرچه شاید سود زیادی برات در برداشته باشه، اما چون به خاطر الله اینو رها کردی، الله درهای دیگه برات باز میکنه، اینو مطمئن باش. اگر گناهی رو به خاطر الله ترک کردی، اما داره که در حدیث نبوی داریم انسان بیننده، اگه کسی نگاه حرام، در واقع نگاهش به نامحرمی افتاد و سرشو چرخوند از ترس الله، ناگهانی از ترس الله به خاطر الله دیگه نگاهشو ادامه نداد، در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که همونجا الله شیرینی ایمانو تو دلش بهش میچشه و دیگه این که جزء اخلاق انسان و رفتار همیشگی انسان باشه که خودش رو از نگاه حرام حفظ بکنه، تصور بکنید الله چه شیرینی رو در قلب این میاره، چه لذت ایمانی و معنوی رو نصیب این میکنه. کسی که هر آنچه که رابطش با الله به هم بخوره اون چیز رو رها بکنه. و درباره مؤمنان انسان بیننده الله متعال چی میفرماید؟ یحبهم و یحبونه. اونجایی که در واقع در سوره مائده هست که الله متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. ای اهل ایمان، اگر کسی از شما از دین خودش برگشت، این تصور رو نکنید که الله به شما نیاز داره. الله غنی و بی‌نیاز از همه ماست. و انتم الفقراء الی الله، الله در قرآن. و الله هو الغنی الحمید. الله بی‌نیازه. الله ستوده شده هست. تمام خلائق دارن غیر از انسان الله رو سجده میکنن، تسبیح الله رو میگن. الله با این عظمت، با این جلال و جبروت به ما نیازی نداره، به ایمان ما نیازی نداره. اگر تو برگشتی و دین و هدایت و این نعمت رو رها کردی، من یرتد منکم عن دینه، رفتی و وارد دین دیگه شدی، ملحد شدی، آتئیست شدی،
یک راه انحرافی دیگه برای خودت انتخاب کردی، به راه شرک رفتی، الله به تو نیازی نداره. فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه. اگه تو لیاقت اینو نداری، اگه این لیاقت رو از دست دادی، الله نعمت هدایت رو به تو داده، قدر اینو ندونستی، لایق این نبودی، الله یه گروه دیگه رو جایگزین تو میکنه. اگه ما قیمت و ارزش دین الله و اذان بیننده ندونستیم، این که در وجود خودمون پیاده بکنیم، این که در سعی بکنیم در خانواده ما پیاده بشه، در جامعه ما پیاده بشه، این که برای دین الله فداکاری نکردیم، خدمت دین الله رو نکردیم، قدر این نعمت هدایت رو ندونستیم، الله جایگزین میکنه، یکی رو میاره که لایق این باشه. بس تو فکر نکن که بخواهی چه بسا منت بذاری بر سر الله. همونطور که در آیه کلام الله داریم این زان بیننده که برخی از اعراب الله مطال در مورد آنها میفرماید که و من که یمنون علیک ان اسلمو، بعضی از اون اعرابی که بدون جنگ در حقیقت مسلمان شده بودن، بعضیشون منت میذاشتن و الله تعالی فرمود که یمنون علیک، ای رسول الله بر تو منت میذارن که اسلام آوردن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، در مورد اینکه اسلام آوردی و مسلمان شدید بر من رسول الله منت نذارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، این منت، این فضل الله، این لطف الله که شما را هدایت کرده به ایمان، نعمت هدایت و نعمت دین رو به شما داده، این الله بر شما لطف کرده، دیگه منت نذارید. ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگه در ایمانتون واقعا صادقید دیگه نباید منت بذارید، این لطف الهیه، باید فروتنی شما بیشتر بشه، باید احساس نیاز شما بیشتر بشه، باید تواضعتون در برابر الله بیشتر بشه. و هر چه مؤمن ایزان بیننده علمش به نسبت الله میره بالا، هر چه در عبادتها کوشاتر میشه و هر چه از نظر ایمانی رشد میکنه، لاجرم باید تواضعش بیشتر بشه، تواضعش در برابر الله، تواضعش در برابر سخن حق، پذیرفتن سخن حق در برابر دین و شریعت الهی، در برابر فرامین الهی تسلیم بدون چون و چرا، تواضعش بیشتر میشه. پس اگه شما قدر این دین رو ندونستید، این هدایت رو، الله کسانی دیگه رو جایگزین شما میکنه. یحبهم و یحبونه که در رأس صفات اونها اینه که الله رو دوست دارن، الله هم اونها رو دوست داره. اذلتن علی المؤمنین، اذلتن علی المؤمنین، عزتن علی الكافرین، در برابر مؤمنان فروتنند، در برابر کافران احساس عزت میکنند، در برابر اهل کفر و اهل انحراف با عزت زندگی میکنند، سرشون بالاست همیشه، به دینشون، به هدایت الهی افتخار میکنند. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه الله تلاش و کوشش میکنن، جهاد میکنن، با زبانشون سعی میکنن زبانشون باعث خیر باشه، باعث نشر خیر و خوبی باشه، هر آنچه که به نفع دنیا و آخرت اونو در جامعه نشر، خیرات، تعاون و همکاری بر تقوا و بر و نیکی، و تعاون و البر و تقوا. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده ها نمی ترسن، از تهدید ها نمی ترسن، از به مسخره ها اگه مسخره بشن اهمیتی نمیدن اصلا، مساکینن اینها، به ایمانش افتخار میکنه مؤمن انسان بیننده، سرش بالا میشه در جامعه، با عزت زندگی میکنه. و الله متعال تو رو در هر خیری که قرار داده زن بیننده، هر خیری، اونو محکم بگیر، اونو رها نکن، هر دروازه‌ای از دروازه خیر رو که الله متعال به روی تو باز کرد،
اونو دست کم نگیر اصلا، احساس عزت بکن. اگر الله متعال به تو توفیق داده که قرآن رو به مردم یاد میدی، معلم قرآن هستی، این افتخار خیلی بالاییه. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسیه که قرآن رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. این خودتو دست کم نگیر، با عزت زندگی بکن و بدون چه مقام و منزلت بالایی نزد الله داری تو. مهم اینه که ما ارزش و قیمت نزد الله داشته باشیم، میزان بیننده. بقیه همه مخلوقن، بقیه اصلا هیچ نفع و ضرری به دستشون نیست، بقیه بسیار ضعیفتر از اونن که ما تصورش رو میکنیم. در برابر یک بیماری معمولی اصلا نمیتونن دوام بیارن، با یک سرماخوردگی به چه کنم چه کنم میفتن، آه و ناله میکنن با یک مریضی معمولی. انسان ها همه ضعیفند. پس ما باید به مصدر قوت بچسبیم، به الغنی بچسبیم، اونی که غنی و بی نیاز از همه است، تا ما رو هم بی نیاز بکنه. به العزیز بچسبیم و با اون رابطه برقرار کنیم، تا به ما عزت بده، تا ما رو بالا ببره. پس هر راه خیری که الله متعال اگه دروازه خیری به سوی انسان باز کرده، انسان میرنده با قدر اونو بدونه. چرا تو اولین کسی، چرا ما اولین کسانی نباشیم که بچه هامون مثلا سوره حمد رو یاد میدیم؟ مگه کار شاقی؟ مگه کار سختیه؟ آقا تو اولین نفر باش که به بچه‌ت، به فرزندش، فرزندت سوره حمد رو یاد میدی، که این سوره رو همیشه تو نمازهاش بخونه. میدونی چه اجری گیرت میاد؟ میدونی اینو همه نمازهاش میخونه، همه اجرش برای تو نوشته میشه؟ میدونی این فردا میره ازدواج میکنه، خانواده به وجود میاره و نوادگانی از این به وجود میان، همه این صلاح و خوبی و نیکی اون به پای تو نوشته میشه؟ اگه اونها هم توسط این هدایت شدن، هر خیری این در جامعه منتشر کرد، تو در این خیر شریکی؟ تو در من و تو در این اجر شریکیم؟ دست کم نگیریم انسان بیننده. الله متعال هر مسیر خیری برای ما باز کرد. اگه الله بهت مال داده، نعمت مال داده و داری در راه الله اونو انفاق میکنی، به فقرا، به مساکین، اصلا جوری که شاید کسی متوجه هم نمیشه، تو داری به بندگان خدا، فقرا رو شناسایی میکنی، اونهایی که واقعا نیاز دارن، در مضیقه هستن و چه بسا روی سوال کردن رو ندارن اصلا. که الله متعال در قرآن میفرماید که یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، از عفت، از عفت و پاکدامنی که دارن، از عزت نفسی که دارن، اصلا اهل سوال کردن نیستن. اما تعرفهم بسیماهم، از حالت و زندگیشون و رنگ و روشون و از فراستی که مؤمن داره در واقع میشناسه اونها رو، یا میره میگرده شناسایی میکنه. اگه الله این در رو به طرف تو باز کرده، اونو دست کم نگیر. اگه الله این در رو به طرف تو باز کرده که مردم خیر و خوبی رو یاد بدی، هدایت رو به اونها یاد بدی، دین رو به اونها یاد بدی، قرآن رو در واقع براشون تشریح بکنی، آیات الهی رو براشون تبیین بکنی، اینو هم دست، اینو محکم بگیر. اگه معلمی درس میدی به بچه ها تو مدرسه، فیزیک و ریاضی و شیمی و این درس ها رو بهشون درس میدی، نیت تو برای الله بکن، برای رضای الله این کار رو انجام بده، این هم برای تو عبادته، اینو هم دست کم نگیر. سعی کن به بهترین وجه کارتو انجام بدی، سعی کن با اخلاص کارتو انجام بدی. اینها آینده سازانن، اینها نسل آینده هن. با اخلاص کارتو انجام بده، به بهترین وجه کارتو انجام بده. فردا اینها میرن، به جایی میرسن، هر یکی از اینها مسئولیتی بر عهده میگیره، خیری به جامعه میرسونن، اینها همه تو میزان حسنات توست. اگر تو معلم بودی یا معلم دینداری بودی، اخلاق، با اخلاق زیبات، با رفتار زیبات در اونها تأثیر گذاشتی و اینها هم فردا انسانهای مفید و انسانهای صالحی شدن که به جامعه نفع رسوندن،
اینها همه در میزان حسنات تو نوشته میشه. اونی که مسئولیتی بر عهده میگیره مسئول هست. بیت المال دستشه، اموال بیت المال دستشه، مسئولیت خیلی سنگینه. کسی که مسئولیت قبول کرده یعنی آتش جهنم رو به دست گرفته، مگر اینکه از الله بترسه. در اون مالی که به دستشه، در اون مسئولیتی که به دستشه، ترس و خوف الهی رو داشته باشه، حق مردم رو به جا بیاره و نیتش رو برای الله خالص بکنه. این هم باور کنه که توفیق الهی براش میاد، نه اینکه سوء استفاده از مسئولیتش بکنه، نه اینکه مالی که مال بیت المال رو حیف و میل بکنه، اونم بدونه که در همین دنیا گریبان گیرش خواهد شد، از جایی میخوره که تصورشو نمیکنه اصلا. پس این توفیق الهیه ایزان بیننده، توفیق هدایت، این که به انسان میده اون هم از طرف اللهه، این هم نعمت الهیه. و عبارتی که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله داره میفرماید که ان فی الدنیا جنت من لم یدخلها لم یدخل جنت الاخر، در دنیا بهشتی هست که اگه اون کسی در این بهشت وارد نشه به بهشت آخرت وارد نمیشه. با الله بودن انسان بیننده، بندگی الله، طاعت الله و محبت به نسبت الله، تعلق قلبی به نسبت الله، همه اینها در حقیقت زندگی انسان رو شیرین میکنه، انسان بیننده. همه اینها برای انسان لذت و شیرینی میاره. و اینکه انسان سلیم القلب باشه، هم رابطهش با الله، رابطه خودش رو خوب بکنه با ربش، توکل بر الله، بر قضا و قدر الهی، هر اون چی که الله براش پیش میاره راضی باشه. رضایت خیلی مهمه. بار الها، من خودم رو به تو سپردم، امور خودم رو به تو سپردم ای الله، هر اون چی که تو برا من مقدر کردی به اون راضی هستم، به اون راضی باشه انسان. این انسان باور کنی در چه حالت زندگی خواهد کرد، چه لذت و شیرینی در زندگی احساس میکنه. و اینکه انسان سلیم القلب باشه، همانطور که الله متعال میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت روزی که مال و فرزندان به دردت نمیخورن، این هم اموال میشینی جمع میکنی از دنیا، از صبح تا شب میدوی به دنبال مال و اموال دنیا، چه بسا همه چیزو از خودت هم بگیری، اما یقین داشته باش که این به تو نفعی نمیرسونه. اشکالی نداره دنبال مال بری، اشکالی نداره انسان دنبال رزق و روزی بره، اما هدف رو فراموش نکن، اولویت زندگی رو فراموش نکن، اینکه برای چه ما اومدی. همه اینها اگه در چتر و پرتو اون هدف اصلی باشه، در زیر چتر بندگی و عبادت الله باشه، خیلی خوب. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی اون روز قیامت که فرا میرسه دیگه این اموال هر چه هم جمع کرده باشیم به دادت نمیرسن اصلا، فرزندانت به دادت نمیرسن، اینهایی که شاید تو دنیا بهشون افتخارم بکنی، پس میدی جلو دیگران، من فلان ماشین سوارم و من اینقدر ملک و املاک دارم و من اینقدر نمیدونم زمین دارم و حساب بانکیم اینقدر هست و چه بسا به بقیه بنده های خدا با چشم حقارت نگاه بکنی و فراموش کنی که همین مالو الله به تو داده، فراموش کنی که همین قدرتی که تو پیدا کردی برای اینکه بری مال در بیاری، این الله نصیبت کرده. مال مال اللهه، مغرور نشو به این مالی که داری، به این دارایی که داری، اینم برای تو هم امتحانه. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر این کسی که با قلب سلیم بیاد پیش الله، انسان میاد قلب سلیمو در روز قیامت حاضر بکنه، این ارزش داره.
قلبی که از امراض در واقع درونی به دوره، از شرک به نسبت الله، از زلالت و گمراهی، از در واقع اینکه انسان تعلق قلبی به غیر الله داشته باشه، از اینها پاک باشه. قلبی که تعلق به الله داشته باشه، محبت الله درش باشه، ترس و خشیت الهی درش باشه. و در نظر گرفتن رحمت الهی و لطف الهی درش باشه، رضایت و قضا و قدر الهی درش باشه. و قلبی که به نسبت بندگان الله سلیم الصدر باشه، ازان بینده، این کسی که حقد نداره به نسبت بندگان خدا، کینه و حسادت به نسبت بندگان نداره. اگه الله نعمتی به کسی داده، الله نصیبش کرده، خوشحال می، یعنی مؤمن صفتش اینه ازان بیننده، اگه نعمتی به کسی رسید خوشحال میشه، خیرخواه دیگران هست، براش سنگین نیست اگر کسی نعمتی الله بهش بده، بلکه همیشه سعی میکنه که خیر برسونه به جامعه، مفید باشه برای جامعه. و نسبت به مواهب دیگران و نعمتهایی که الله به اونها داره خوشحال میشه مؤمن و سلیم و صدر زندگی بکنه. کسی که رابطه قلبیشو با الله درست بکنه، ایزان بیننده، و به نسبت بندگان الله دلشو از همه چیز پاک بکنه، خب این همون چیزیه که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میفرماید جنت و بهشت دنیا رو نصیب خودش میکنه. چنان آرامش خاطری خواهد داشت که نمیشه اونو توصیف کرد اصلا. چنان با راحتی و آسایش و اعصابی راحت زندگی میکنه که اصلا نمیتونی تصورش کنی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اونهایی که ایمان آوردن دلاشون با یاد الله آرام گرفت. و کسی که رابطه‌ش رو با الله خوبی کنه، انسان بیننده، لاجرم رابطه‌ش رو با بندگانم خوب خواهد شد. لاجرم حقد و کینه و حسادت و این امراض درونی رو به نسبت مؤمنان، به نسبت برادران ایمانی از قلبش دور میکنه. و همه اینها به خودش برمیگرده و آثار همه اینها، انسان بیننده، به خود انسان برمیگرده. و چه جالب میگن در واقع از اقوال و مقوله های سلف که انه لیمر بالقلب اوقات اقول، برای قلب من گاهی وقتا چیز، یعنی در حالتی من زندگی میکنم برام پیش میاد که میگم ان کان اهل الجنه فی مثل هذا انهم لفی عیش طیب، اگه واقعا اهل بهشت همچین حالتی رو که الان من دارم داشته باشن، خوشا به حالشون. انسان با ایمان ازان بیننده به این مراحل میرسه، با این که الله رو اولویت زندگی خودش قرار بده، همونطور که آیت الکرسی رو الله متعال که مهمترین و برترین و والاترین آیه قرآن هست، ازان بیننده با کلمه الله شروع کرد، با توحید و وحدانیت خودش شروع کرد. و در حقیقت این که انسان مسلمان هر چیزی رو، هر قدرتی و هر در واقع تحولی رو و هر تغییری رو از الله متعال بدونه. و میگن ازان میرنده علما بر آنند که اسم اعظم الهی هم همین کلمه الله هست، یعنی برخی دیگر از علما، کلمه الله هست. و این در حقیقت یکی از قوی ترین قولها هست که اسم اعظمی که در حدیث نبوی اومده که دعای ما با اون استجابت میشه، اگه الله رو بخونیم، این کلمه الله هست. برای اینی که در اکثر دعاهای نبوی ما داریم اللهم، اللهم. و وقت ما در این برنامه تمومه، به حول قوی الهی ادامه موضوع خودمون رو در برنامه بعد دنبال خواهیم کرد.
از الله متعال برای همتون توفیق رو خواهم. از الله میخوام که من و شما را به هر آنچه خیر و صلاح دنیا و آخرتمون در اون هست توفیق بده و زندگی در پرتو قرآن و سنت و هدایت الهی و شناخت درست الله رو به همه ما عنایت بکنه. تا برنامه بعد همتون رو به الله متعال میسپارم. الله ذوالجلال و الاکرام یار و نگهدار همتون.